در اون قراردادهای صنعتی که قبلش صحبت کردم، یکی از قراردادهایی که اواخر سال گذشته منعقد شد بحث ماهواره امیرکبیر دو بود که به حال با حمایت سازمان فضایی فاز اول شروع شد، تیمهاش خوشبختانه تشکیل شدن و همین صبح هم من گزارش می گرفتم دیگه الان در واقع به طور کامل تیم ها تشکیل شده و کار خودشونو مدتی شروع کردن. اون هم طبق برنامهش داره جلو میره. فاز اول هم به لحاظ سرمایه گذاری سنگین هست، چند صد میلیارد هزینه داره، چون یک ماهواره با کلاس بالاتره دیگه، با ماهواره هایی که تا الان طراحی و ساخته شده فاصله داره از نظر تکنولوژیک و کلاس بالاتری هستش. به همین دلیل هم خب زمان هم هزینه بالاتری داره. فاز یک شروع شده که ما 5 ساله دیدیم این برنامه رو، انشالله اگر بودجه خوب برسه شاید زودتر از این هم بتونه، در 3 سال هم بتونه به اتمام برسه. سرمایه‌گذاری همه اینها سازمان فضاییه دیگه، سازمان فضایی کشور. ماهواره‌هایی که حداقل در دانشگاه‌ها داره انجام میشه اینها با سرمایه‌گذاری سازمان فضاییه که جا داره ازشون تشکر کنیم که همکاری خوبی هم، یعنی یک سیاست خوبی رو اتخاذ کردن که از توان دانشگاه‌هایی که در این حوزه میتونن کمک کنن و فعال هستن کمک بگیرن. خودشون هم البته پژوهشگاهی دارن که در همین جهت حرکت میکنه، در مجموع از توان کشور دارن استفاده میکنن که به نظر من راهبرد بسیار مناسبی هستش. والا ماهوارهایش کدوم ناموفق نبودن، پرتابشون ناموفق بود. اون پرتاب هم دست ما نیست. ما اتفاقا در واقع ماهواره امیرکبیر یک که پرتاب شد در همون چند دقیقه که در آسمان بود موفق عمل کرد و معمولا اون مرحله اول از همه مشکل تره، پیچیدگی بیشتری داره و این مورد تایید سازمان فضایی هم قرار گرفت، ولی پرتابش یه مقدار مشکل داشت. البته خب اونا هم پیشرفت خوبی کردن، کار بزرگیه و به هر حال هیچ کدوم از این ماهواره هایی که من سراغ دارم، چه دانشگاه ما چه دانشگاه های دیگه، خود ماهواره مشکل نداشته. حالا ممکن بود اگر مثلا 1-2 سال در مدار می بودن مشکلاتی رو نشون بده، ولی در اون مرحله اولیه موفق بودن. انشالله اون بحث پرتاب هم که خوشبختانه فکر میکنم اوائل سال یا اواخر سال گذشته پرتاب موفق در مدار متوسط بودش که خب جای خوشحالی، امیدواریم که پرتابای بعد لااقل تا اون موقعی که ما اینو تموم میکنیم دیگه مشکل پرتاب هم برطرف شده باشه.